سری لب متلاشه و شناخته نمیشه، ولی از مدارکی که در جیبش پیدا شده معلوم شده که مقتول اسمش عبدالله مددپوره. تکرار میکنم، مقتول اسمش عبدالله که فعلا از طرف ژاندارمری محل شدیداً تحت کنترل. لطفاً یه دقیقه گوشی رو داشته باشین. چته شرم خان، چرا خوشیت زده؟ موقع یادش اخبار شهرستان اگه یه بر بخوری به خبر کشته شدن برادرت چطوری میشه؟ چی گفتی؟ هیچی. قصری تو ستون حوادث میشه. شرم خان، تلفن بیرون شماره میخواد. سلام علیکم. سلام. 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 حال شما چطوره؟ شب سر ساعت 9 در هتل آزیتا مردی با کت روشن و شلوار مشکی دم بار منتظر شما خواهد. تکرار میکنم، ساعت 9 در هتل آزیتا، اگر بیایید به نفع شماست. شما کی هستی؟ بعداً میفهمید. ساعت 9 در هتل آزیتا. من نوشتم، اون امضا کرد. این اواخر احساس خطر میکرد، برای همینم ازم خواهش کرد بنویسم که پس از من قاچاقچی به چه دردم میخوره. بفروشین، حداقل نیم میلیون تومان قیمت داره. چه بودی؟ من عبدالله نسبت به هم ناتنی هستیم. بعد از مرگ پدر مادرمون هم دیگر رو به کلی فراموش کردیم. ببینم، به جز این وصیت نامه سند و قباله ملکی هم وجود داره؟ بیاریسلی. چرا؟ مرسون. اونی که برات وصیت نامه نوشته فکرای دیگه‌ش هم کرده. بفرمایید، اینم اسناد و قواله زمینای برادرتون، و اگه از من بپرسین هر چه زودتر برای تصرف اونا اقدام کنین به صرف شماست. من اگه جای شما مهلت نمیدادم که مامورین دولت خونی برادرتو زیاد بازرسی کنن. بازرسی برای چی؟ شاید عبدالله خان چیز گرون قیمتی در اونجا مخفی کرده که اونا میخوان کشف کنن. البته این موضوع به من مربوط نیست، من فقط از روی دوستی که با برادرت داشتم خواستم یه توضیح. شما فکر میکنی ممکنه برادرم تو خونه چیز قایم کرده؟ البته، من اینطور حدس میزنم. بعید به نظر نمیاد. ممکنه آدرس صحیح خونه برادرم بهم بدین؟ کی تصمیم دارید برید؟ همین فردا صبح، از مرخصی دارم استفاده میکنم. احتیاج به آدرس دارم. از گشتر تا چالوس از هر کس آدرس عبدالله مددپور رو بپرسین جاشو نشونت میدم. ببینید، به این پیشای اطراف گشتر که رسیدیم.
عجب موقع ماشین تو خراب شده. اگه کاری از دستم بر بیاد حاضرم کمکتون کنم. چی شده؟ اشکالی نداره منو به اولین پاسگاه ژاندارمری برسونی. اتفاق عجیبی افتاده. چه اتفاقی؟ قتل، دزدی، چشم‌بندی، هر چی که فکر کنی. فعلا عجله کنی. یکی نیست به ما بگه آخه به تو چه که ماشین یارو خراب شده. بالاخره نگفتی چه اتفاقی افتاده. هیچی، تو راه داشتم میمدم دیدم یه ماشین سفید رنگ یه طرفی نگردش و رانندش هم زیرش دراز کشته. اه؟ یه دقیقه نگرد ببین. ماشین سفیده هم که نیستش. به نظرم یا مخت خرابه یا خواب دیدی یا داری به ما کلک میزنی رفیق. کلک چیه؟ بیا اینم مدرک. این لنگ دستکشه که تو اون ماشین پیدا کردم. شطور دیدی ندیدی؟ حتما میدونی دیدن بعضی چیزا برای آدم ضرر داره، مثلا این دستکش. حالا معلوم شد که کی کلک میزنه. هنوز معلوم نشده، ولی اگه تکون بخوری حالیت میکنم. بذار ببینم اینا چه ابریت دارن. اوخی هزار ماشالله بیرون نمیام. وای ببخشید آقایان محترم، ببخشید محترم، کبریت خدمتتان هست؟ اگه فندک لازم داشته باشی من دارم. چی شد؟ خیلی ممنون میشیم قربان، رد کنید بیاد. بفرمایید آقایان، مال خودتون، پیشکشتون کردن. دست شما در نکنید. آقا خیلی متشکرم، خیلی خجالت اینجا دن که راست کافتر رفتید و خودتون مسافرت میشه. آره والا ما کبریت میخواستیم اونا به امون فندک دادن. با قول شاعر شیرین زبون دو شبالدخ بال چخته.
که نیست و اینم که هیچ عیبی نداره و اینم که به نظر من سالمه. پس این صدای تق و توخ چه سیغه ای بود؟ حالا داده گفتم صدای پنچر نبود، خنگه لباد اون پایین یه اتفاق افتاده. دار بتا برمیم چی شده؟ چه اتفاقی؟ منو بکش تو، بگی منو. الو؟ الو؟ شماره ماشینشو میدونین؟ نه، فرصت نشد که شماره شو بردارم. خلاصه یه سنگ بزرگی از زیر پام سر خورد و افتاد تو رودخونه. راننده ماشین خیال که من بودم که افتادم. ولی حقش بود تعقیبش میکرد. همین کارم کردم. با ماشین آقایون تعقیبش کردم. ولی مثل اینکه آب شد و رفت زیر زمین. الو؟ اداره روزنامه؟ قسمت روابط عمومی رو بخواید. لطفاً دایره روابط عمومی رو بدید. متشکرم. راجع به این جریان چیزی نگید. متوجه. الو؟ روابط عمومی؟ اینجا پاسگاه ژاندارمری کرج. لطفاً بفرمایید در اداره شما کارمندی به نام شهرام مددپور کار میکنه؟ بله آقا، شهرام مددپور مسئول اخبار شهرستان است و برای دو هفته مرخصی رفته. مگه اتفاقی افتاده؟ چیز مهمی نیست، خیلی متشکرم. ملاحظه فرمودین که دروغ نمیگفتم. عجیبترین اتفاقیه که تا حالا شنیدم. در اصل شما میخواییم مسافرتون ادامه بدین؟ اگه اشکالی نشته باشه همین الان با آقایم که نسبت به بنده خیلی محبت فرمودن حرکت میکنم، چون آقایون هم عازم شمال هستن. البته اگه مزاحمشون نباشم. هیچ مانعی ندارد، بفرمایید زهر. ضمناً بعد این سگی به پاسگاه نزدیک منزل برادرم اطلاع بدین. وقت اونجا رسیدم از ورود من جلوگیری نکنن، چون میدونین نه سندی همراه نه گواهی نامه. پولاتونه که نزدن؟ نه، پولم هست. لابد اگه فرصت میکرد پولارم ور میداشت. ممنونین. موضوع به این سادگی ها نیست. فکر نمی‌کنم راننده ماشین برای زدن پولای جیبتون خواسته باشه شما را از بین ببره. به نظر منم زیر کاسه یه نیم کاسه هست. ای بابا، هر چی هست. مواظب خودتون باشین آقای شهرام. البته ما موضوع رو تعقیب می‌کنیم. خداحافظ شما. خب خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ شما مرمز یاد. مرمز. دارن از دریا میان، ما تازه داریم میریم. هر چی خلوت باشه بهتر، آخه من شرمم میشه پیش مردم لاخ بشم. هیکل قناس همین ایواره داره دیگه. آقا یه دقیقه اجازه بده من برم پایین. خواهش میکنم. ببینم به چی خیره شدین حضرت آقا. اگه اشتباه نکنم شما همون کسی هستین که تو هتل آزیتا دستکش سفیدمو بهم پس دادین و یه تشکر بدهکار شدم. آره، الانم دیر نیست، میتونین بدهیتونو بدین. پس تشکر میکنم. قابل نداره. داشتین ماشین خانومو برانداز میکردی؟ آره، خیلی عجیبه. امروز صبح تو را به یه ماشین برخوردم که عین این بود. سیستم، رنگ، همه چیش، حتی تو دوزی دوشکاش، چرخاش. نمرش هم یکی بود؟ نه، نمرش این نبود، فرق میکرد. رانندش چطور؟ نکنه ما بوده؟ نه، رانندش مرد بود و داشت زیر ماشین کار میکردش، یعنی مرده بود. مرده بود و کار میکرد. باید هم بخندیم، برای اینکه بعدا زنده شد و ماشین منو کش رفت. اگه اشتباه نکنم این همون کسیه که ماشین منو دزدیده. معذرت میخوام. ببخشید که خیت شدین ها. واقعا مرد شوخی هستی. ببینم تو تمام اینا رو پیاده اومدی؟ نه، با ماشین اون آقایون اومدم، ولی فکر نمی کنم که شو. به چی خیره شدی؟ نمیتونی گولم بزنی. اون همون ماشینیه که صبح دیدم. یه جسدم زیرش بود که شک ندارم الان تو همین صندوق خون داره ازش میچیکه. شما و اون خانم با یه نقشه ماهرانه ماشین منو دزدیدین. دزدیدین؟ پس کو ماشینت؟ بله، و حتی قصدش این توسط راننده اون ماشین منو بکشین.
به نظرم مخت معیوبه. مخ من؟ بی خود داد نزن، اگه حرف داری پاش بیا تو ماشین بگو. بهتر خودت بیای بیرون و صندوق عقبو باز کنی تا معلوم بشه مخت چی معیوبه. سرکار بفرمایید این آقا مزاحم من نشه. قبل از اجرای دستور این خانم محترم خواهش میکنم اینجا رو ملاحظه بفرمایید. سرکار بفرمایید از این طرف بفرمایید. ملاحظه بفرمایید. فکر میکنین این چیه؟ اگه رنگ نباشه قطعاً خون. بله، خون مردی که امروز زیر ماشین اون خانم دیدم و شرط بندم که جسدش تو همین صندوقه. شرط چی؟ شرط حبس ابد با اعمال شاقه برای جفتتون. مطلع چی هستین آقا؟ تحقیق کنین دیگه. تحقیق کنین؟ چی رو تحقیق کنه؟ اصلا به تو چه مربوطه؟ مگه تو کی هستی؟ هر کی هستم به خودم مربوطه. خیلی خب، میبینیم کی هستی. اجازه بدین آقا. این تفنگ مال شماست؟ بله. اینم جوازش. معلوم است تفنگ امروز استفاده شده. بله امروز. اینم اعتراف خانم. دیگه معطل چی هستین؟ دستور بدین توقیفش کنن. لازم نیست دستور بده. اگه بگم من کشتم دست از سر کچلم برمی‌داری؟ بله، بی معرفت آدم کشته باید دو قرتی نمیشم باقیه. پس شما اعتراف میکنید که مرتکب جنایت شدی؟ بله بله بله، من کشتم. من گور به گورش کردم. بفرمایید اینم نشش. بفرمایید خوب نگاه کنید. بازم فرمایشی داری؟ نگفتم آخرین روزنامه بنویس کار دستمو میده؟ بفرما باز دعواش گره. به ما چه دعواش گره؟ باشه آتیش کن بره. کبریت ندارم چجوری آتیش کنم؟ با فندک پیش کشی دیگه. بفرمایید بریم. را باشه. من به سهم خودم از این سوء تفاهم معذرت میخوام خانم. اشکال نداره. بریم. خواهش میکنم آقایون بفرمایید. بفرمایید. را باز شده. خواهش میکنم بفرمایید. عجب دماغی از یارو سوزون. خواهش میکنم بفرمایید. آقایون برید. را باز شده. شما هنوزم پکر به نظر میرسین آقای کارگاه زبردست. را که باز شده چرا نمیرین؟ برای اینکه معمای ماشین هنوز برام حل نشده. به خصوص اون دستکش سفیدی که از ماشین صبحی پیدا کردم پاک منو گیج کرده. اون یکی لنگش کو خانم. بفرمایید. خوب؟ اون دستکش سفیدی که تو ماشین خیالی پیدا کردی کو آقای کارآگاه زبردست؟ نکنه اینا دیگه دارم دیوونه میشم. دیوونی بابا. منظور خانم رو فهمیدی؟ خواستم بگن یه چیزی اینجاتون کم داری. تا حالا که کم نبود. اگه باز اینجوری ادامه پیدا کنه حتما دیوونه میشم. ببینم شما گفتین با ماشین دوستاتون اومدین. اونا که خیلی وقت رفتن. اینم یه بدشانسی. من رام چالوسه. اگه میرین بفرمایین بریم. شما کسی همراهتون نیست؟ چرا؟ کو؟ بفرمایین. همسفرتون فقط این تفنگه؟ چه عیبی داره؟ از قضا از همه با وفاتره. به خصوص که میشه با این شکار کرد. حالا اگه نمیخوای به سرنوشت اون بز کوهی دوچار بشی مثل بچه آدم بشین تو ماشین بری. یالا. ما که از اولش هم تسلیم بودیم. ده راستی؟ راستش من تو عمرم ندیده بودم که زنی تک و تنها بیابونا رو گز کنه. حالا کجاشو دیدی؟ اینجاست که میگن جنگ اول به اصول آخره. این همسفرتون خیلی خطرناکه. ممکنه بزنین یه جای دیگه. تفنگو میگی؟ کجا بذارم؟ من چه میدونم. بذارشون پشت. نه ترس، بذار سر جاش باشه. درباره من چی فکر میکنی؟ زن خوشگلی هستی. اینو که همه میگن. اسمم آذره. بنده شهرام مددپور، شماره شناسنامه 9662، متولد 1307 تهران. شغل خبرنگار. شغل شما؟ عرض کردم شکار. خیلی متشکرم. اگه مسیرتون ماشین روه برسید. ممنونم، دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، مخصوصا که خودم هم راه رو خوب بلد نیستم.
بالا مثل که یه پاسگاه ژاندارمری هست، بپرسین نشون میدن. متشکرم، شب بخیر. شب بخیر. آقا شما علی اینجا هستین؟ خونه عبدالله مددپور رو که تازگی کشتن نمیدونی کجاست؟ آقا اینجا پاسگاه ژاندارمریه. بله، چه فرمایشی داشتین؟ با رئیس پاسگاه کار داشتم. حالا بفرمایید اینجا شهرام مددپور. بله بفرمایید. مرسی. سرده. شبای اینجا خیلی سرده. بفرمایید بنزین که بخاری لباساتون رو خوش کنید آقای شهرام مددپور. بچریانو به شما اطلاع دادم. بله تلفنن اطلاع دادن و تا اینجا شانس آوردین که زنده موندین. ما برم بهتر. بذارین قاتلی نفهمم با شما تماس داشتم. حتی سلاحی که پیاده برم. فقط شما بفرمایید اون خونه کجاست؟ در 4 کیلومتری اینجا قرار داره. راهی رو که اومدین مستقیم ادامه میدین. به اولین تپه‌ای که رسیدین میپیچین دست راست و از پهلوی باتلاقا به جنگل کوچیکی میرسید. ویلای برادرتون اون طرف جنگله. از صدای سگ جاشو میفهمین. سگو زنجیر کردن یا وازه؟ زنجیر قربان. بهتر. سگ خطرناکیه. الان ساعت 7:30. اگه عجله کنین نیم ساعت دیگه اونجه. شانس آوردین که بارونم بند اومده. شب بخیر. موفق باشید. خدافظ. شب بخیر. بفرمایید. بفرمایید. تا دم در همراهتون میام. بازم یادآوری میکنم که خونه در یک نقطه کاملا خلوت قرار گرفته و ما برای غافلگیر کردن قاتلین ناچاریم برای یکی دو شب شما رو تنها بذاریم. اینم شماره تلفن پاسگاه. موقع احتیاج به سروان بهارلو تلفن کنید. متشکرم سروان. موفق باشین آقای شهر. بفرمایید. اینم کلید در خونه برادر. متشکرم.
پاسگاه ژاندارمری بفرمایید. جناب سروان باحالو؟ سروان باحالو تشریف ندارن، چه فرمایشی بود؟ عجیبه. نیم ساعت قبل که اونجا بودن. نیم ساعت وقت کمی نیست، ممکنه در این مدت کم اتفاقات زیادی بیفته آقا. در هر صورت من همون کسی هستم که نیم ساعت قبل پیش سروان باحالو بودم. خواستم بهتون اطلاع بدم ماشینم که تو راه گم شده بود الان دم در خونه ساختمونم دود بلند میشه. و موقعی هم که اومدم تو خونه چراغ سرسرا روشن بود. در صورتی که به من گفتن شبا کسی تو خونه نیست. خلاصه به سروان بگین تا اینجا اوضاع خیلی خیته. باید به فکر وصیت‌نامه باشم. اونم منم. شما نیستید. برادر عبدالله خان با ماشین خودش اومد و وصیت‌نامه و اسناد ملکی اربابو بهم نشوند. حالا کجاست؟ گفتم حالا کجاست؟ حرف بزن. اون بالاست تو اتاق خواب عبدالله خان. کسالت داشت چون بلافاصله بعد از اومدنش رفت بالا و در از پشت بست. چی بهت گفت؟ گفت میخواد بخوابه، دلش نمیخواد کسی مزاحمش باشه. فقط دستور داد شب براش قهوه درست کنم. مقابله از تو کلید کرده، باید از بالکن رفت. اینجا که نیست. مطمئنه که بیرون نرفته؟ خودتون دیدین که در از تو قفل شده. عجیبه. لباس زن اینجا چیکار میکنه؟ دارم دیوونه میشم. این همون راننده یه که تو را لختم کرد و نزدیک بود خودم بکشه. پس خودشو برادر عبدالله جا زده بود ها؟ تو به چیزی دست نزن تا من به پاسگاه اطلاع بدم. شما اینجایی؟ داشتم بهتون تلفن میکردم. قبل از اینکه بگی برای چی تلفن میکنی میخوام بهت بگم که خیلی بی احتیاطی. اولا در حیات خونه رو واز گذاشته بودی. در ثانی یادت رفته بود اسلحه بخوای.
کسانی که ماشین تو دزدیده بودن و میخواستن بین را تو رو بکشن، هیچ بعید نیست که بازم مزاحمت بشن. واسه همین میخواستم تلفن کنم. یکی از این مزاحمین عمرش رو به شما بخشید. چطور؟ با من بیاین. عجب محیط وحشتناکیه. آدم رو یاد فیلم های دراکولا میندازه. بفرمایید. این همون کسی که خودشو برادر عبدالله معرفی کرده بود. پیشبینی من داره درست سر میاد، منتها انتظار نداشتم فعالیتشون به این زودی ها شروع بشه. قاتلین فهمیدن که ژاندارما از این محل دور شدن و به همین جهت هم دست به کار شدن. ولی اونچه که مسلمه بین اینا دو دستگی و اختلاف وجود داره. حتما این یکی خواسته پیش دستی کنه و الماسار کش بره که بهش مهلت ندادن و کشتنش. چش بنده روشن، لابد بعدش هم نوبت من. برعکس، فعلا با شما کاری ندارن، چون میدونن تا شما هستین ژاندارما اینجا نخواهند اومد. بنابراین این امر باعث خواهد شد که اونا با خیال راحت وارد این خونه بشن و به جستجوی جنس مخفی که به زن قوی الماسه بپردازن. شما که میدونین چیزی تو این خونه مخفی کردن، چرا خودتون برای کشفش اقدام نمی کنی؟ هدف ما پیدا کردن اجناس مخفی نیست دوست عزیز. ما میخواییم قاتلین و همکارای برادرتو بشناسیم. چطور تا حالا نشناختی؟ این که برای شما کار مشکلی نیست. با اسلحه آشنایی داریم؟ ای، خدمت سربازیمو کردم. چطور؟ مواظب باش، دامنش وازه. فقط 5 تا گوله داره؟ هفتی رو بهت نمیدیم که آدم بکشی، مقصود ما خونریزی نیست. سعی کن فقط در موارد دفاع اسلحه رو به کار ببری. ولی البته اگه حس کردی جونت در خطره، ماشه رو بکش. قاتلین برادرت مثل مار خطرناکه. جنازه رو بردن؟ بله. چند وقت پیش برادرم کار میکنی؟ 3 ماهه، ولی اگه میدونستم وضع اینطور میشه پامو اینجا نمیذاشتم. انشالله طوری نمیشه. ببینم، شبی که برادرمو کشتن تو اینجا بودی؟ نه خیر، رفته بودم مرخصی. ولی روز بعد که اومدم شنیدم عبدالله خانو لب رودخونه کشتنش. ببینم تا حالا اینجایی؟ با تو هم میگم تا حالا اینجایی؟ عبدالله خان میشناسی؟ عبدالله خان ما رو باش با کی داریم سر کله میزنیم؟ سلام، انتظار نداشتم خانم شکارچی رو این طرف زیارت کنم. تعجب نداره، پشت اون رودخونه املاک بابامه. از این گذشته با عبدالله خان صاحب این ویلا سابقه دوستی داریم. شما ایشونو میشناسی؟ برادرم بود. چی؟ عرض کردم برادرم بود. چرا میگی برادرم بود؟ مگه حالا برادرت نیست؟ نه نیستش. اگه دعواتون شده حاضرم آشتیتون بدم. احتیاجی به آشتی نداره، اون مرده. چی؟ مرده؟ یعنی کشتنش، 2 روز قبل تو این رودخونه کشتنش. شوخی میکنی؟ باور کنین این حقیقت. ناراحت شدی؟ عبدالله خان مرد خوشقلبی بود. بله، ولی قاچاقچی بود. اگه برادر عبدالله نبودین طور دیگه جوابتونو میدادم. فکر نمیکنین با این شوخیاتون داریم بهش توهین میکنین؟ خیال نمیکردم نسبت بهشون اینقدر علاقمند باشه. گفتین 2 روز قبل کشتنش؟ آره، دم این رودخونه. وحشتناکه. ولی اسمتون خیلی. مرسی. خب حالا که تا اینجا اومدیم بفرمایین بریم خونه یه چیزی بخورین که رفع خستگیتون بشه. نه، میترسم خاطرات تجدید بشه. آخه با عبدالله میدونم،
از کجا میدونی؟ از لباسای زیبای زنونه ای که تو اتاق خوابش دیدم. خب چند دقیقه که چیزی نیست، بفرمایید یه قهوه بخوریم، بعد هر کجا دلتون خواست میتونیم بریم. بذار ببینم این ماهیگیره چی میگه. بالا اینا میگرده. راستی هیچ خبر داری که قاتلین دور و بر این خونه میگردن؟ قاتلی؟ آره. کدوم قاتلی؟ شوخ هست. به سلامتی خانم شیارچی. به سلامتی. این ماهیگیره اینجا چیکار میکنه؟ چیزی نمیبینم. کجاست؟ یهو ناپدید شد. داشت از پشت پنجره نگاه میکرد. نکنه عاشقت شده. آدم خوش چه شرمی از پشت پنجره خودش آلم میداره. راست. ما فکر نمیکردم یه قطره ویسکی به این زودی شنگولت بکنه. ببینم دم تونل موقعی که صندوق عقب ماشین رو باز کردم شیکار رو دیدی خیلی خیت شدی نه؟ اوه خیلی. تصمیم داشتم هر جا که گیرت آوردم ببوسمت. نفهمیدم. منو باش که خیال میکردم دهنت بوی شیر میده. فعلا که بوی ویسکی میده، ولی بعد از لحظه ممکنه بوی ماتیک لب باشه. هنوزم دوستش داری؟ ولی تو از اون خوش. کیه؟ ماهی رو سرخ کرده، میل دارید یا کباب؟ هر دوش، مخصوصا مهمونم که داری. نه، من باید برم، از اینجا تا گهسر خیلی راست، میترسم دیر بشه. شما که میگفتیم ملک باباتون اون طرف رودخونه است. بابا میخواست این طرف ها یه ویلا بسازه، ولی بعد از مرگش نیمه کاره موند. من سالی یکی دو دفعه برای سرکشی به اینجا میاد، اما محلی برای موندن شب نداره. پس چیکار میکنی؟ تو گهسر اتاق رزرو کردم، شبا برمیگردم اونجا. میگم که اصلا چطوره که شب اینجا بمونیم؟ اولا دلمون از تنهایی تنگ میشه، درسن این وسایل راحتی براتون فراهمه، مخصوصا تو اتاق خواب برادرم که پر از لباس زنست. آخه شما راه یک ساله رو یه شبه تا حضرت آقا آبا وای اینجا به امساخته عزیز. فعلا که هیچی. سلام، نگه نشناختمتونم. شما چطورین؟ عالی ضرب در دو. از فکر وصیت نامه منصرف شدم. راستش فکر نمی‌کردم اینقدر خوش بگذره. کاش زودتر می‌اومدم. مشروب خوردین؟ ای یکی دو گیلاسی زدم. راست میگفتی که داشتم با میزنن. فکر میکنم سروان باهارلو باشه. سروان باهارلو کیه؟ رئیس پاسگاه اینجاست. شما رو به خدا نجاتم بدی، میخوان منو بکشه. چی میخواد بکشه؟ نه نه دارو باز نکنی. شما کی هستی خانم؟ من نامزد دارو همسایه عبدالله خان هستم. خانوم به نظرم آشنا میان.
اگه اشتباه نکنم دم تونل سوار یه ماشین سفید بودن. یه کلاه حصیری قشنگی هم سرشون بود. آره. دارا باید خیلی بی احتیاط باشه که بخواد شما رو یه همچین جای وحشتناکی دعوت بکنه. پس اون نرقلی کی بود؟ برادرم. دیروز با هم اومدیم. امروز صبح ناپدید شد. چی؟ ناپدید شد؟ خیلی عجیبه. صدای چی بود؟ شهرام، کی بود؟ هر کی بود فرار کرد، باید به پاسگاه اطلاع داد، بدو. شب اولی که اومدم اینجا یه سگی بود که به من حمله کرد، ولی حالا نیستش. فکر میکنی در رفته؟ بعیدم نیست کشتنش که مزاحم نشه. خدایا. آخه. پاسگاه ژاندرمری بفرمایید. سلام به حالو، الو. با شما کار داره. بفرمین آقای شهر. سرمان شما هستی؟ از صداتون معلومه خیلی ناراحتی. حدستون درسته. خودتون رو فوراً برسون اینجا. اوضاع خیلی خیده. تو که زور میگفتی خیلی بهت خوش میگذره. معنی خوشگذرونی رو فهمید؟ حالا موقع شوخی کردن نیست. یه نفر میخواستم بکشن. عجله کنیم. بسیار خوب. من تا یه رو دیگه اونجا. آذر. عجیبه. پس کجا رفت؟ تو که منو ترسوندی دختر، خیال کردم بلای سر. مثل که کسی تو اتاق منه. نجیب، زور خودم در اتاق قفل کردم. کلیدشم پیشمه. از پنجره داخل نشده؟ پنجره هم بسته بودم. پنجره هم که بسته است. مخم داره سود میکشه. خوشان چند نفر بودم؟ نمیدونم. نمیدونم. فقط سایه دو نفر دیدم که از دیوار باغ اومدن تو. اگه اجازه بدین تا پیدا شدن برادرم پیش شما بمونم خیلی ممنون میشم. شب تنها میترسم برم اونجا. شما مواظب اطراف باشین. تا بیا. من اینجا هم تا هم مواظب اون طرف باش. چشم. متشکرم. خانم هنوز نرفتم؟ از کجا میدونستین که اینجا؟ خب که گفتین یه نفر میخواستن بکشن، لابد هدفشون این خانومه. اسم سرکار چیه خانم؟ شکو. شکو ایلچی. دارب دعوت هم کرده بود برای چند روز بیام پیشش، ولی وقتی اومدم ازش اثری نبود. چه محیط وحشتناکی شد اینجا. شما تقریبا یه روز و نصفیه که تو خونه دارب خان زندگی میکنین خانم شکو ایلچی. چرا از غیبت ایشون به ما اطلاعی ندادین؟ من تنها نبودم. برادرم همراهم بود. و هر لحظه انتظار داشتیم پیداش بشه. چون فکر میکردیم رفته شکار. به همین علت برادرمو دنبالش فرستادم. ولی اونم تا حالا برنگشته. بیدارم.
اینم لباس خواب، اگه خواستیم بپوشیم. متشکرم. تیرا از فاصله خیلی نزدیک شلیک شدن، چون اثر سوختگی روی چوبه در کاملا نشون میده. شما باید بیش از اینا مواظب خودتون باشید آقای شهرام. به شما گفته بودم وقت اتفاقی افتاد به من اطلاع بدین، در صورتی که اصلا خبر نداشتم در این وقت شب از خانم زیبایی پذیرایی میکنی. اسمش چیه؟ آذره. از جانب ایشون مطمئن باشین امشب هم اینجا میمونه، البته با اجازه شما. یه زن باید دل شیر داشته باشه که با این همه ماجرا شب هم اینجا بمونه. اون یکی خانم چطور؟ اونم شب اینجا میمونه؟ با این وضع بله دیگه، یعنی خودشون خواستن اینجا بمونه. فقط امشب یا... امیدوارم بهت بد نگذره. در هر صورت بهت میسپارم که به هیچ کس اطمینان نداشته باش، حتی به کلفتت، حتی به خودم. هیچ بعید نیست که یکی از این دو زن زیبا که مهمونت هستن قاتل از آب در بیان. خانوما کجا قراره بخوابن؟ آذر اتاق بالا میخوابه. برای اون خانمم گفتم تو سرسرا جا درست کنم. خب حالا بفرمایید یه قهوه مشروبی. نه دیگه مزاحم نمیشم، ساعت یکه. فقط در نظر داشته باش که خطر خیلی نزدیک شده. امشب هفتی رو از خودت دور نکن، اگه بتونی بیدار بمونی خیلی بهتره. اگه به چیزی احتیاج داشتین زنگ بزنین براتون میارم. متشکرم. شب بخیر خانم شکوه. شب بخیر. ضمناً اسم من شهرامه. شب بخیر آقای شهرام. شب بخیر. با عزت من چراغ خاموش میکنم. Thank you.
اینجا چیکار میکنی؟ گفتم اینجا چیکار میکنی؟ یه صدای شبیه صدای کلنگ شنیدم. به نظرم یه نفر از زیر دیوار اتاق خوابتون فرار کرد. اونجا رو نگاه کن. کم دارم باور میکنم که روح برادرمی که شبا میگرده. سایه‌ای که پشت پنجره ظاهر شد زن بود قربان. دماغتون سوخت. افکه ماشینم جوش آورد و الا بهت میگفتم. حالا موقع آبتنی است دختر، سرما میخوری. اختیار داری، اتفاقا بهترین موقع آبتنی حالاست. چشماتو درویش کن. خیلی دلت بخواد، انگار نوبرش آورده. چرا اون شکو خانوما نگفتی بیاد گردش؟ دلم سوخ بیدارش کنم. یکم ترسیدم که حسودیت بشه. کور خوندیده داشت. گوش کن آزر، میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. چند سوالیه؟ یه سوالی. فهمیدم، میخوای بگی خارج از شوخی دوستم داری. خودت اینقدر نگی. ببینم، تو دیشب صدای کلنگ رو شنیدی؟ صدای چی؟ کلنگ، کاف، لام، نون، گاف. کدوم کلنگ؟
که؟ کجا؟ چقدر خنگی؟ خنگ خودتی که داری بازم هزیون میگی. تا سر تو رو نکنم تو آب خنک حالت جا نمیاد. یالا. چطوری؟ حالت جا اومد؟ خفم کردی دخترم. خودت خواستی که حالم جا بیاد، خوشگله. قول بده که دیگه از این کارا نکنی. ای بچه‌ها. گفتن این ورا شکارگاه های خوبی هستش، ولی انتظار نداشتم شکار به این خوبی گیرم بیاد. یادت باشه شکارچی منم. نه خیر، این ماهیگیره دستوردار نیست، مثل اینکه عمدن داره ما رو تعقیب میکنه. بهت که گفتم حتما عاشقت شده، بیا و دلشو نشکن. مردشور دلشو ببره. راستی دلت میخواد زنه یه آدم کر و لالی بشی؟ مگه تو دلت میخواد زنت کر و لال باشه؟ اگه کورم بود نور علا نور میشد. خدا نصیبت بکنه. خب حالا چرا حسودیت شد؟ اتفاقا مردا بیشتر حسودیشون میشه. اسپرانزا اسپرانزا سونو ساو بالا چا 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 لا 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 لا. بالاخره نگفتی. چی رو نگفتم؟ دلت میخواد شوهرت چجوری باشه؟ من دلم میخواد شوهرم چشم و گوشش باز باشه، ولی مثل این اسب با وفا باشه. که سوارش بشی ها؟ بالاخره به مقصد میرسیم مگه نه؟ بای بای. الهی شکرت. آره ساعت تقریبا 2 بعد از نصف شب بود. من آخه تمام سعیمو کردم ولی نشد، چون یارو زود برگشت. چی؟ اسمش آذره. با اون پسره دوتایی رفتن لب رودخونه که آبتنی کنن. الان فقط من هستم و مستخدمش که پایین داره تو آشپزخونه کار میکنه. شما هم اومده بودین، جاتون خالی، خیلی خوش گذشته. خب نوبتی هم باشه نوبت منه. میخوام یه سری بزنم به خونه داراب ببینم برگشته یا نه. ایشالله که برگشته باشه. خداحافظ. ایشالله خداحافظ. موزیک قشنگیه نه؟ با مشروب بیشتر با آدم میچسبه. بگیر. نه دیگه بسه، تو منو پاک الکلی کردی، دیگه نمیتونم بخورم، بسه. عوضش راحت میخوابی؟ حالا چه اصراری داری که بخوابم؟ تو چه اصراری داری که حتما بیدار بمونی؟ واسه اینکه میخوام امشب کشیک بدم. کشیک واسه چی؟ برای اینکه اون جریان گم شدن و دوباره پیدا شدن ماشینم، کشته شدن اون راننده، از بین رفتن سگ خونه، بلایی که به سر شکوه اومده، صدای عجیب دیشب، وجود سایه مرموز تو اتاق خوابم. خلاصه این جریانات یکی دو روز دست به دست دادن که واسه من و ساکنین این خونه کلک بدزن، فهمیدی؟ تو که میدونستی وضع اینطوریه چه اصراری داشتی من بیام اینجا؟ کسی با تو کاری نداره، میتونی با خیال راحت بگیری بخوابی. فقط اگه بلایی به سر شکوه خانم نیومده باشه خوبه. صبح تا حالا ازش خبری نیست. ساعت از 9 هم گذشته. برم ببینم کیه. سلام.
حالا کجا بودین خانم؟ دلواپس شدی؟ دنبال داراب میگشتم. خب پیداش کردین یا نه؟ داراب که پیداش نشد هیچی از برادرم هم خبری نیست. میخوام جریان رو به پاسگاه اطلاع بدم. اگه اجازه بدین زحمت رو کم میکنم. دیگه بیش از این نمیخوام مزاحم شما بشم. فعلا صلاح نیست این کارو بکنید. در هر صورت اگه غذا نخوردین پیش خدمت تو آشپزخونه است. متشکرم، میل به غذا ندارم. خدایا خسته شدم. کی صبح میشه؟ کاش پا میشکست خونه داراب نمیومدم. که نزد و الا جا به جا میکشت. ما را اینجا خطرناکه. ببینم امروز که خونه داراب سر زدین چراغش روشن بود؟ ها؟ منزل داراب اصلا برق نداره. بیا نگاه کن. پس نوری که پشت اون پنجره تکون میخوره چیه؟ هر کس از با فانوس رفته. به نظرم دارن اتاقا رو میگردن. نکنه قاتلین دنبال من میگردن. یا ممکنه داراب و برادرت برگشته باشن. تو دلشو داری بریم یه سری به اون خونه بزنیم؟ نه نه نه، من میترسم. بهتر نیست اول به پاسگاه اطلاع بدی؟ نه، میترسم تا اونا بیان شکار از دستمون در بره. من میرم یه سرکشی میکنم، بعد اگه لازم شد به پاسگاه اطلاع میدی. مواظب خودت باش شهرام، ممکنه غافلگیرت کنن. از بابت من خیالتون راحت باشه. تا برگشتن من تمام چراغا رو روشن بذارین، سعی کنین خودتونم نخوابین. یه قهوه درست کنین بخورین که خوابتون نبره. خانم زحمتشو میکشه. اتفاقا من میخواستم پیشنهاد قهوه رو بکنم. ممکنه قهوه درست کنین؟ چشم خانم. متشکرم، عجله کنین. خدایا چه شب وحشتناکی.
مواظب باش تو چا نیفتی جونم. پس تو مثل گربه دزد اینجا بودی و من نمیدونستم. آره؟ سرصدای موشای دیوار نذاشتن بخوابم. اومدم ببینم چه خبره. پس تو نقشه رو کشیدی که شهرام از خونه دور بشه، بعد با خیال راحت بتونی پی الماسا بگردی. آره؟ محلش رو میدونستم که اینجاست، منتها مزاحمینی مثل تو فرصت نمیدادم برش دارم. ما رو من انداختم تو رخت خوابی، خیلی شانس آوردی، ولی این دفعه دیگه نمیذارم زنده از چنگم در بری. میکشمت. آفت میکنم. چشمه خود در بیاره. الماسه رو میخواستی برده بیاره؟ آره به نشون میدم. خیلی یاد رو بله الماسه هستم. آره بخور. صدات در نهد، وگرنه تو همین چاه گومه گورت میکنم که تا 100 سال دیگه هم کسی پیدات نکنه. کمک کنی. صدات در نیاد، الان راحتت میکنم. خفه شدی؟ برگردی نه بابا خوبه. باشه به خودتو سنگین نکن. جای خوبیه، همینجا بگی بخواب. خب اگه موشای تو گنجه قلقلکت دادن صدام کن. شهرام؟ شهرام تویی؟ خسته نباشی آبجی، اون جعبه بده بیاد بالا ببینم.
فکر نمی کردم ماهیگیر کر و لالی ناطق با نمکی از آب در بیاد. لابد گوشاتم میشنواره؟ آره آبجی، بعضی وقتا آدم مجبور میشه خودشو به کوری و کری و لالی بزنه. مثلا حالا بعد از صرف نمی کنه صدا در بیاد، و الا همین چاهو تبدیل به قبرت میکنم. صدات به نظرم خیلی آشناس. اون راننده کامیونم حس کرده بود که صدا آشناس. خفش کردم که زیاد حس نکنه. لابد جسدشو تو اون گنجه دیدی؟ تو اون گنجه فقط همکارته که زندانیش کردم. کدوم همکار؟ تو که اینقدر زرنگی چطور شده شکوی بی دست و پا رو فرستادی دنبال الماسا؟ شکو رو اون داراب و کسانش مأمور کردم، ولی احمقا خبر نداشتن که من مثل روتیل بالا سرشون وایستدم. تو هم تا نیشت نزدم جعبه رو رد کن بیاد. دلم میخواد بکشمت. دل به دل را داره مادر، اما تو به قبر نزدیکتری. یالا معتل نکن، جعبه رو رد کن بیاد. اگه ندم چی؟ ندی؟ باشه. بریر فکر نمی کنم خبرنگاری موفق تر از من پیدا بشه، چون تا چند ساعت دیگه جالبترین ماجراها رو تو روزنامه می نویسم. ماجرای ماهیگیر کرولالی که مثل بلبل حرف می زد و قاتل از آب در اومد. اگه گذاشتم زنده بمونم؟ در هر حال همین روزاست که تنابه دار گردن کلفت تو قلقلک بده. مگه تو خواب ببینی؟ زود باش بیا بیرون نظر. جعبه رو بنداز این طرف. آذر بوده به سربان به حالو تلفن کن بگو بیاد با مهمون عزیزمون یه قهوه بخوریم. تو زنده ای ها؟ آره برادر عزیز، اون داراب خائن و دار دستش میخواستن منو بکشن و الماسا رو از چنگم در بیارن. برای رهایی از شر اونا
مجبور شدم خودمو به مردن بزنم. یعنی دربون خونه رو به جای خودم کشتم و لباسمو بهش پوشوندم. و برای اینکه کسی تشخیص نده صورتش رو له کردم. که الماسه رو کش بری یا تنهایی بزنی به چاک. چند روزه که میخوام همین کارو بکنم ولی هیچ کدومتون مجالم ندادین. اشتباه من این بود که برای از بین بردن دربونه اول به هفتیر متوسل شدم. صدای اسلحه از همون دقیقه اول ژاندارما رو متوجه این محل کرد و نذاشتن نقشه هامو عملی کنم. قیمت الماسه چقدره؟ بیش از 4 میلیون تومان. حاضرم باید نصفش کنم. خونم هم مال خودت. هنوز کسی نمیدونه من زندم. بی سر و صدا فرار میکنم، کسی هم متوجه قضیه نمیشه. تو واسه چندی که الماس دی رو به کشتن دادی؟ جواب قانون رو چی میدی؟ قانون؟ اگه فکر میکنی با این حرفات میتونی منو بترسونی کور خوندی داداش. پس بذار روشنت بکنم، من جنون دارم. جنون الماس، جنون ثروت، جنون کشتن. و از هیچ کسم نمیترسم. چرا میترسی؟ همه رو مثل سگ میکشم. و خودت هم کشته میشی. اینجا نباشه یه جای دیگه، عاقبت شما همینه. شعارات مزه بادوم تلخ میده دیوونه. که چند نفر رو از بین برده، ساکت کردن یه احمق دیگه مثل آب خوردنه. لابد اون یه نفرم منم. حالا که درست فهمیدی گوش کن ببین چی میگم. به دو پیشنهاد میکنم، الماسا رو با هم نصف میکنیم، این خونه هم مال تو. اگه پیشنهادم رو رد کنی یا دم از قانون بزنی شیشه گلو تو بریده. شهامت میخواد. تو این کار یاد طولایی دارم. پس معطل چی هستی؟ معطل ماست. اگه اجازه بدین این کارو ما میکنیم، منتها عوض یه نفر هر دوتونو میکشیم. به اضافه این مادمازل زیبا. حال شادروان عبدالله مددپور چطوره؟ فکر نمی کردم مرده‌ها بتونن زنده بشن. و اگه اشتباه نکنم چه مرمون؟ اشتباه نمی کنی جوون. خب دوره آخر زمونه، کارا برعکس میشه. آره من همون جسد زیر ماشینم که تو را دیدی. آقا مرحوم عبدالله خان هستن که لب رودخونه کشتنش. قلتاق! اون دربون بدبخت و کشتی، لباساتو بهش پوشوندی، بعدم صورت شله کردی که همه خیال کنن مقتول خودتی. ها؟ اون وقت قاسی تمام الماسا رو برداری و بزنی به چاک، نامرد. دیگه چه میخواستی بکنی؟ من یه نشنیدی الماسا رو میخواست با داشتونش نس کنه. ازش ما مغزشون رو نس میکنه. قبل از اینکه کلک اینا رو بکنیم باید دید الماسا کجاست و سرش رو چه بلایی اومده. فکر میکنم عبدالله خان مرحوم حاضر بشن این اطلاعاتو با کمال میل در اختیار بذارن. شکو خودشه. معطل چی هستین؟ کلک رو بکنین. این چه وضعیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ بیا. اونا زره من غافلگیر کرد، ولی احمقا یادشون رفت جواره بردارن. پایین چه خبری؟ بچه های خودمونن، دارن کلک عبدالله برادرشو میکنن. نظر این دختره در بره. Thank you.
حواسم درست در اومد، آذره در رفت. بی بریم. جز ماشینمون چیزی نمیبینم. اسبشم نیست. بی برو برگرد، با اسب رفته ژاندارما رو خبر کنه. آره باید فکر فرار کرد، هوا روشن شد. خوشید به درد اون میخوره، تا دیر نشده باید اینجا فرار کرد. زود باشین، عجله کنین. یالا بیم بچه ها، بلم کنین نامرد. یالا بچه ها بندازینش تو ماشین، یالا بلم کن، عجله کنین. اگه نمیخوای با گوله لاتو پارت کنم، آروم بشین سر جا، صدا تو در نیار، درا رو ببندین، عجله کنین یالا. تکون خور مهلتش نده. کلکشون کنده است. از جا تکون بخوری سوراخ سوراخت بکنم. یالا بیاف جلو. درک چه میکشم؟
نفهمیدم. جواهراتی که برادرم میگفت بیشتر از 4 میلیون میارزه این سنگا؟ نه خیر، این سنگا نیستن. ما همون روز اول مخفیگاه الماسا رو پیدا کردیم و محتویاتش رو ضبط نمودیم. منتها برای غافلگیر کردن قاتلین صلاح دونستیم موضوع رو مخفی کنیم. پس برای همین من انداختیم تو اچل آوردین تو این جهنم؟ سارقین شما رو دعوت کردن اینجا، منتها ما از اونا بیشتر از وجود شما استفاده کردیم. ضمناً اجازه بدین خانم آذر مأمور آگاهی رو بهتون معرفی کنه. خوشوقتم. چی؟ گفتی مأمور؟ منظرم دستگیرش کردیم جناب سربان. بندازینش تو ماشین. پس تو مأمور آگاهی بودی و من نمیدونستم؟ مگه چه عیبی داره؟ عیب که نداره، فقط فسون ماچبوسا همش قراردادی بود. وظیفم حکم میکرد آقای شهرام. منم وظیفم حکم میکنه تو روزنامه بنویسم دختر حقبازی که مأمور از آب در اومد خبرنگار وظیفه شناسی رو دست. منم وظیفم حکم میکنه که خبرنگار وظیفه شناسی. اگه وظیفتون تموم شده بفرمین بریم. چی؟